خب مرسی. بسیارم عالی. خب کم در کم دارم خدمت هستم. خبردار میشم، من یه مقدمه کوچولویی میگم و بعد دیگه سن رو در اختیار شما میذارم، سن مجازی رو که شما صحبتاتون رو بفرمایید. امشب در خدمت خانم عاطفه حسینی هستیم، ایشون میخوان از تجربه خودشون در مورد رژیم کتوژنیک بگن و اینکه چجوری با تغییر سبک زندگی و سبک تغذیه تونستن سلامت خودشون رو باز به دست بیارن. و ایشون خودشون هم صفحه اینستاگرامی دارن، آدرسشون هم میتونید از همینجا دنبال بکنید. کسانی هم که به پادکست گوش میکنن نشانی صفحهشون رو میذارم. مخاطبین بسیاری دارن و پستهای مفیدی دارن و از خانم عاطفه حسینی میخوایم که داستان خودشون رو شروع بکنن و ما رو در جریان تجربیات خودشون بگذارن. زنده باشین، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه اعضایی که با ما همراه هستن. ممنون از شما، پادکست های عالیتون، خواهش پیج فوق میکنم. العادتون و اینکه انگیزه میدید، واقعا انگیزه ایجاد میکنید برای امثال ماها که این راهو ادامه بدیم در حال به اون چیزی که مد نظرمون برسه. من واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. اول بگم چه اتفاقی افتاد که من با کتوژنیک آشنا شدم، یا اصلا اون شروع کتوژنیک رو شروع کنم بگم. به نظر من از همون چیزی که توی صحبتمون گفتیم که شما همیشه رژیم های مختلف رو امتحان کرده بودی، از همون درست. چالش های اولیتون حتی تو سنین پایین تر برای درست. مبارزه با چاقی و مشکلات دیگه بفرمایید تا از همونجا پیش بریم به صورت تقریبا خطی. خلاصه چشمی خلاصه کوتاه میگم که آره، والا من از بچگیم که همیشه اضافه وزن رو داشتم، یعنی در تلاش مدام و همیشگی برای اینکه راحت پیدا بکنم که بتونم لاغر بشم، بتونم حالا اون جلوی اون همه اضافه وزنی که روز به روز بیشتر میشد رو بگیرم. ولی خب متاسفانه هیچ کدوم تلاش های من ثمر نمیداد، یعنی تلاش های نبود که به نتیجه خیلی خوب برسه و بتونم نتیجه کامل ازش بگیرم. انواع اقسام رژیم ها، همینطور که شما در جریان هستید، کالری شماری، مدیترانه ای، رژیم های سنتی یا هر رژیمی که پیشنهاد میشد، بالاخره یه دستی در کنارش وارد میشد و یه چند روزی عملیاتیش میکنیم، ولی نتیجه درست حسابی نمیگرفتیم. و اینکه من اولین باری که با رژیم های کم کربو آشنا شدم، همونطور که به شما گفتم، رژیم دکتر اتکینز بود و تقریبا یه چیزی از حالا گفته هایی که تو شبکه چهار سیما داشت پخش می شد، من خیلی کاملا متوجهش نشدم، یه چیزهایی متوجه شدم، یه چیزهایی متوجه نشدم. خب اون زمانم خیلی شبکه های حالا مجازی یا اینترنت اینا در دسترس نبود که بخوایم اطلاعاتمون رو کامل بکنیم، حتی در موردش کتابایی هم خیلی در دسترس من نداشتم که بتونم مطالعه بکنم و با یه اطلاعات خیلی پایه و کمی و اون چیزی که شنیده بودم استارتش رو زدم که اولین تجربه من از رژیم های کم کربوهیدرات بود. جزافت چه بعد سالی من بودین؟ بکنم سال 84 85 اینا بود، یادم 83 تقریبا، تو دهه 80 بود دقیقا یادم نیست. و من این مدتی تقریبا 3 ماه 4 ماه رژیم رو گرفتم. خب به علت اینکه خیلی آگاهی نسبت به این رژیم نداشتم، خیلی خوب نتونستم باهاش پیش برم، مثلا نمیدونستم یه رژیم دوره‌ایه و درمانیه و بعد حالا اطلاعاتم کامل باشه و چه چیزهایی باید استفاده بشه چه چیزهایی نباید استفاده بشه. یه چیزی سرسری ازش یاد گرفته بودم و شروع کردم، ولی خب کاهش وزن خیلی خوب داشتم، کاهش وزن تقریبا 17-18 کیلو من کاهش وزن داشتم و اون اولین تجربه من کاهش وزن خیلی بالا بود، 17-18 کیلو بود. چون همیشه اصولا من کاهشم 5 کیلو 6 کیلو، نهایتا دیگه 10 کیلو و مجددا اون 10 کیلو 15 کیلو برمیگشت، یعنی دو برابر میشد، سه برابر میشد، حتی یه چیز وحشتناکی از کار در میومد. تا اینکه من بعد اون رژیم، رژیمای کالری شماری و مدیترانه ای رو امتحان کردم. رژیمای خوبی بودن،
ولی خب خسته کننده بود، اینکه میخوای هر روز بشماری، حواست باشه که چقدر داری میخوری، چقدر در روز کالری باید مصرف بکنی، چه چیزای بدنت احتیاج داره. این قاشق قاشق شمردن برای من خیلی خسته کننده و زننده بود. و منم توی دوره‌ای بودم که حالا هم فعالیت خیلی زیادی داشتم، هم دوره جوانی، خب بالاخره آدم تمایل بیشتری به خوردن و آشامیدن و حالا تفریحات سالم به این شکل داره، و این باعث می شد که من خیلی موفق نباشم توی این رژیم. تا اینکه من یه چیزایی از کتوژنیک شنیده بودم ولی نه کامل، همون موقعی که در مورد اتکینز شنیده بودم، در مورد کتوژنیک هم شنیده بودم، ولی میگم خیلی اطلاعاتم کامل نبود که بخوام شروع بکنم و خیلی مختصر بود. تا اینکه من ازدواج کردم و یکی از عزیزان خانواده همسرم کتوژنیک شدن و ایشون فوق‌العاده کاهش وزن داشته. من هر روز بهشون میگفتم یه وقت اتکینز نباشه، یه وقت مشکل براتون پیش نیاد، یه وقت خدای نکرده اتفاق براتون نیفته. تا اینکه ایشون به من این پروسه‌ای که ایشون کم میکردن و هر دفعه که میدیدنشون خیلی تغییرات داشتن، تو من خیلی انگیزه ایجاد کردن، در اصل انگیزه اصلی رو ایشون بر من ایجاد کردن و من سارتش رو زدم. حالا قبل از اینکه سارت این قضیه بخوره، میگم من رژیمای زیادی امتحان کرده بودم و به خاطر اون افزایش وزنه و اون کاهشای یهویی و حالا افزایش دو برابری و اینا، خیلی سیستم بدن من به هم ریخته بود. خیلی مشکلات عدیده بر من به وجود اومده بود، از جمله اینکه تیروئید داشتم، مشکلات حالا پولیکیستیک تختان داشتم و خیلی مشکلات دیگه که باعثش همین به هم ریختگی هورمونی بود و همین ترشح انسولین و مقاومت به انسولین بود و من خیلی نمیتونستم روش کنترلی داشته باشم. با کتوژنیک آشنا شدم، زمانی هم بود که دخترم 9 ماهش بود، استارتش رو زدم در دوره شیردهی و دیگه تقریبا الان 1 سال و 7 ماه اینا بعد باشه، دیگه 7-8 ماه هست که کتوژنیک هستم و از 137 تونستم برسم به 85 و فعلا که رو 85 موندم. لای جای جا افتاد سوالی چیزی هست من در خدمت هستم. این کل قضیه شدم و ادامه داشت. اگه سوالی چیزی داریم بپرسی، من در خدمت هستم. یه لحظه آخر صداتون قطع شد، من چیز بکنم، من یه تغییر تو اینترنت بدم، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. الان داریم؟ بله بله، هم صدا هم هست. بسیار عالی. خب در مورد رژیم اتکینز یک کوچولو بگیم. رژیم اتکینز پیشرفتای خوبی بود توی زمان خودش و کتاب خود دکتر اتکینز هم خیلی خیلی پرفروش میشه زمانی که توی بازار میاد. فکر می‌کنم دهه 90 بوده، یعنی هولوش زمانی که دنیا اومده بودم. بعد مسئله ای که داره، یعنی من خود کتاب دکتر اتکینز رو نخوندم حقیقتش و نقل قول از دیگرانه، ولی چیزی که میشنوم این هست که در مورد روغن‌ها روی کیفیت روغن‌ها آنچنان تأکیدی نداشته و حتی مثلا چیزهایی مثل سس سویا و سویا رو هم توصیه میکرده و اینها رو به خطراتی که داشته هشدار نمیداده، مثلا استروژن دامیننس یا اشراف یا حاکمیت، یه جوری استروژن رو بگیم، و این مشکلات رو مثلا بیان نمی کرده. ولی خب بعد از اون حتی همین رژیم کتوژنیک و کسانی که در رژیم کتوژنیک فعال میکنن مثل مؤسسه ویرتا که بیماری قند رو با اون درمان میکنه و بسیار موفقیت ها داشته، میاد از طریق همین رژیم اتکینز ولی میگه مودیفاید اتکینز دایت، یعنی رژیم اتکینز اصلاح شده و یه جور اسمش اتکینز دو میذاره. و توی تفاوت کتوژنیک و اتکینز توجه به همین نوع روغن هایی هست که مصرف میشه و نوع چیزهای دیگه که نباید مصرف بشه مثل سویا و سس های سویا و روغن های نامناسب. و البته خب حالا اینجا یکم اختلاف هست، بعضیا میگن حتما توی کتوژنیک باید 75% چربی باشه، ولی خب به نظر خود من مهمتر پایین اومدن کربوهیدرات تا اینکه
افزایش چربی. کلا توی حالا گفتید که سوال اینها مطرح بکنم، توی مشکلاتی که بعدا واسه تون پیش اومد و چه تغییرات تدریجی توی زندگیتون باعث شد که مشکلاتتون حل بشه، حالا از قبل از اینکه حتی با رژیم آشنا بشید، چون که توی صحبتی که با هم بله. کردیم وارد زوایای بیشتری شدین، هر کدومش رو که راحت اینکه توی لایو در مورد صحبت بکنین خوشحال میشم با هم در میون بذارید. حتما بله. ببینید، یکی از مشکلات خیلی بود من داشتم، یکی همون تیرویدم بود که روز به روز در حال کمتر شدن بود و مشکلات عدیده‌ای که به وجود می آورد. با اینکه من یه آدمی بودم که اکتیو بودم، حالا دوست داشتم ورزش بکنم، فعالیت داشته باشم، ولی اون کمتر شدن تیرویده خیلی تاثیر میذاشت رو اون حالت کرختیه، بی‌حوصلگیه، ناتوانیه در من حتما بود و روز به روز داشت بیشتر میشد. برم قده تیروید داشت بیشتر میشد، جوری که تو آخرین سالی که دیگه تشخیص داده شد که من تیروید هاشیموتو دارم، دکتر تونست تشخیص بده، جوری شده بود که قده تیروید همچنان برم کرده بود که من حتی راه نفس کشیدن نشدم. نفس کشیدم بله، همه اینا برام سخت شده بود. صدای دورگه خشن خیلی بدجور شده بود. یکی از مشکلاتم این بود و این از برمیگرده به کودکی من که تغذیه کلا نامناسب بود و دوره بود که به ما میگفتن که نمک های تصفیه شده استفاده بکنید، نمک هایی که یوددار شدن استفاده بکنید. حالا تغذیه بیشتر رفت به سمت اینکه روغن مصرف نشه، روغنه اشباع استفاده نکنید و سعی بکنید حالا از روغن های مایع بیشتر استفاده بکنید. رفتیم سمت آفتابگردان، کانولا، کلزا و بعدش هم که روغن کنجد. حالا باز کنجد به نسبت روغنهای دیگه باز میتونیم بگیم به ذره بهتر بود، تو بقیهشون مناسب تر بود مصرفش و اینا همه دست به دست هم داد و کمبود حالا ویتامین دی بود. به هر حال ما خانم‌ها بیشتر از همه میتونیم بگیم کمبود ویتامین دی رو تجربه میکنیم، چون بیشتر تو محیط منزل هستیم، محیط های سربسته هستیم. مثلا خانم‌های ایرانی خب حجاب و این چیزا هم هست، کمتر میتونن دریافت بکنن. قطعا کمبود ویتامین دی رو هممون داریم. اینا همه دست به دست هم داد، چاقیه روز به روز داشت بیشتر میشد، ولع من برای خوردن بیشتر میشد. یعنی هرچی من رژیم میگرفتم بدتر میشد، چون من رژیم میگرفتم که پر از کربوهیدرات بود، کمترین میزان چربی و کمترین میزان پروتئین دریافتی. یعنی پیش هر پزشکی که من میرفتم، متخصص تغذیه که میرفتم، اولین کاری که میکرد برای من می اومد برای من قاشق قاشق مثلا برنج میذاشت یا کف دست کف دست نون میذاشت. خب این اصلا زمینه بیماری هایی که در من داشت ایجاد میشد رو، که مقاومت به انسولین بود، حالا هم تیروئیدم، هم مشکلاتی که بعدها تو قاعدگیم برای من به وجود اومد، تو سن که تازه به بلوغ رسیده بودم و این دوره برای من داشت به وجود می اومد و پیش میرفت، باعثش شد. می اومدن به آدم چی میدادن؟ یه رژیم میدادن که حالا اینقدر قاشق غذا بخور، اینقدر مثلا نون میتونی بخوری، اینقدر واحد میوه میتونی بخوری، در صورتی که بدنی که مقاومت به انسولین داره هی داره بیماری هاش تشدید میشه، باید زمینه درمان بشه. اینا هیچ کدوم روش تأثیری نداره، فایده ای براش نداره تا زمانی که تشخیص داده نشه که علت اون بیماری یا علت این چاقی چی هست. علت این که تو روز به روز به جای اینکه کاهش وزن داشته باشی داری افزایش وزن میدی و ادامه نمیتونی بدی اون رژیم رو چی هست، این رژیم به هیچ دردی نمیخوره. و این رژیم هایی که من میگفتم دقیقا همین بود. و اینکه مشکل بعدی که وجود داشت این بود، میومدن حالا مثلا یه سری تجویزا میکردن با پروتئین خیلی پایین، یعنی در روز شاید مثلا 100 گرم 200 گرم بیشتر پروتئین مصرفی نبود. خب این قطعا یه جوون رو نمیتونه سیر نگه داره، انرژی کافی نمیتونه بهش بده از منابع پروتئینی که حالا عضله هاشو میتونه درگیر بکنه، میتونه عضله هاش استفاده بکنه، نمیتونه استفاده بکنه. این همه خودش زمینه رو ایجاد میکرد برای گشنگی بیشتر. من داشتم کربوهیدراتای مصرف میکردم که انسولین بیشتری ترشح میکرد، انسولین بیشتر منو هی هر لحظه گشنه‌تر نگه می‌داشت. یعنی در اصل من فقط گشنگی می‌کشیدم، رژیم درست حسابی نبود. تا اینکه با رژیم مدیترانه آشنا شدم، خیلی جالب بود برام و شروع کردم استارتش رو زدم، بیشتر غذاهای دریایی استفاده میکردم، در کنارش ورزش میکردم. و این زمانی بود که من دیگه ازدواج کرده بودم و اون مشکلاتی که حالا میگم از قبل بود
و علتش هم همون مقاومت به انسولین بود، مثل سندروم تخمدان پلیکیستیک PCOS که خیلی از جوان ها و خانم های جوان درگیرش هستن و خیلی روی قدرت باروری تاثیر داره متاسفانه. و علت اصلیش هم مصرف کربوهیدرات ها، قندیجات و عادت های غلط غذایی هست. وقتی اصلاح میشه این بیماری کلن رو به بهبود میره. بیماری نیست که شما بتونید با متفورمین، با یاسمین، با حالا درمان های هورمونی که حالا هر پزشکی که پیشش بری در نظر میگیره برات بتونید درمانش بکنید. یعنی راه حل درمانی نداره، ولی راه حل تغذیه‌ای 100%. من این درمان رژیم مدیترانه‌ای رو شروع کردم و در کنارش هم پیاده روی می‌کردم و ورزش‌های هوازی انجام می‌دادم. کلا من توی 8 ماهی که تونستم این رژیم رو ادامه بدم و خیلی رژیم خوبی هم بود چون من همه چیز رو می‌تونستم مصرف بکنم تقریبا، حالا به غیر از گوشت قرمز و حالا حبوبات و مثلا غلاتی که باید کمتر مصرف میکنم و اصلا این کمتر مصرف کردن از سمت خودم بود بیشتر، حالا تو رژیمی که قرار بود گرفته بشه و حالا میوه هایی که در استوایی بودن چیزا بودن میتونستم استفاده بکنم، به قول خودم کم قند ها و میوه هایی که حالا شاخص گلایسمی کمتری داشتن سعی میکردم استفاده بکنم، چون تازه داشتم میخوندم یه چیزایی داشتم متوجه میشم که اصلا علت این همه درگیری های بدن من در مورد چی هست. هنوز نرسیده بودم به مبحث کتوژنیک، هنوز آشنا نشد. تو این 8 ماه من تونستم 10 کیلو با این رژیم کم بکنم، ولی خب خیلی سخت بود چون همزمان با این رژیم چون تسبیحاتش خیلی کمه باید حتما ورزش باشه. بیشتر برای کسی که خوبه که توی رنج نرماله و میخواد اینو نگه داره، این رنج نرماله میخواد نگه داره، کسی که میخواد کاهش وزن داشته باشه و یه بدن بیمار داره که احتیاج داره هرچه سریعتر این کاهش وزن اتفاق بیفته، به نظر من خیلی رژیم جوابگویی نیست، به خصوص در مورد سندرم مقاومت به انسولین. و اینکه بعد اون دیگه من آشنا شدم حالا با رژیم کتوژنیک، من 2 بار تجربه استخ داشتم، تنها دلیلش هم همین اضافه وزن زیادم دیگه خاصی نداشت. من تو اون دوره که باردار می شدم به علت همین مشکلات مقاومت به انسولین کبدم درگیر بود و حالا درگیری کبدم کمتر مشخص می شد چون کبد خیلی سخت‌تر تشخیص داده میشه که حالا چه مشکلاتی داره و چقدر درگیره و اینکه براتون بگم که خیلی مشکل غلظت خون داشتم، یعنی خون رسانی به جنین کمترین میزان اتفاقی بود که میافتاد و بابت این قضیه من 2 تا تجربه رو، تجربه خیلی دردناک و حالا نمیتونم بگم غم انگیز ولی دردناک رو میتونم بگم چون خیلی اذیت شدم، تجربه دردناک رو داشتم و این تجربه ها گذشت و من با کتوژنیک آشنا شدم. باز دوباره من زمانی بود که دخترم باردار بودم، متاسفانه نتونستم کتو رو ادامه بدم تا دخترم شد 9 ماهش، اونجا من استارتش رو زدم. این دوست عزیزم که میگم از خانواده همسرم بودن خیلی کمک من کردن، از همجا ازشون تشکر میکنم و واقعا خودم مدیونشون میدونم. و ایشون من رو با یه بنده خدایی آشنا کردن که مربی بودن، به عنوان مربی حالا رژیم های بچه ها میدادن. یه 1 ماه من همراهی کرد، بعد اون 1 ماه اتفاقاتی افتاد که دیگه کلا آنکات شدیم با هم دیگه و نشد که همراهی بکنم و خیلی خوب شد برای من، چون به هم یه انگیزه ای داد که چرا باید متکی باشم به کسی، بذار خودم اون چیزی که میخوام پیدا کنم و اون چیزی که لازمه بدنم رو کشفش بکنم، ببینم علت این بیماری هم چیه، این درگیری هم چیه. خلاصه من شروع کردم دیگه، استارت زده شد و از قبل در مورد کتوژنیک خونده بودم، این خانمم یه مقدار کمکم کرده بود، یه چیزایی یاد گرفته بودم، فقط میدونستم که قند نباید مصرف بکنم و حالا کربوهیدرات ها حس میشد در همین حد، چون بالاخره کسی که مربی خیلی توضیح نمیده که داره چیکار میکنه و هزینه میخواد دریافت بکنه، ترجیح میده که خیلی توضیح نده. بگذاریم از خودم که بر همه دیگه توضیح دیم، همه رو چیش میگن کامل اطلاعاتمون در اختیارشون گذاشتیم و کمکشون میکنیم. و اینکه من شروع کردم خوندن، روز به روز که میگذشت میدم آه خب اینجا من اشتباه داشتم، خب مثلا این کارو کردم خطا بوده، این چیزو مثلا مصرف میکردم این کارو نمیکردم، علت بیماریامو کشف کردم، اصلا فهمیدم سندرم مقاومت به انسولین یعنی چی، چه اتفاقاتی میفته، چه آنالیزی تو بدنم شکل میگیره که باعث میشه حالا تولید بیماری بکنه. بعد با فستینگ آشنا شدم، فستینگم خیلی کمکم کرد، ولی خب
اصولا توصیهش نمیکنم برای خانم‌ها خیلی، حالا رژیمای فستینگ رو بله هم در مورد کتوژنی که خودمون صحبت بکنیم، حتی استانداردش برای خانم‌های ایرانی که نه ورزش‌های آنچنانی خیلی خسته کننده انجام میدن اصولا و نه متابولیسمای خیلی بالایی دارن، بهتره که در حد همین استاندارد باشه، کفایت میکنه برشون. البته خب قطعا کسی که حالا داره ورزش حرفه انجام میده و یا اینکه یه روتین حالا حوازی یا حتی یه روتین مثلا پیاده روی چیزی در کنار زندگی روزمرهش هست، خب اون قضیهش مقدار متفاوت تر میشه در این زمینه. و این تجربه شخصی من، حالا شاید خیلی از دل علمی درست حسابی هم نداشته باشن، این تجربیه که من شخصا دارم. و اینکه کتوژنی کمک کرد به من که من تختان سندروم تختان پلیسیم رو درمان بکنم، چیزی که سالها به خاطرش از 19 سالگی من درگیر این قضیه بودم، درگیر این بودم که چرا دوره ها فرقای قاعدگی من هیچ وقت مرتب نمیشه، همیشه دکتر رفتم دارو مصرفم هیچ فایده برای من نداشت، اما شما میگفتم ورزش بکن، ورزش به تنهایی هیچ فایده برای من نداشت، فقط جلوگیری میکرد از اینکه تشدید نشه این بیماری، درمانش نمیکرد درمان قطعی، همیشه سیکلای به هم ریخته، مشکلات هورمونی، آکنه های پوستی که اصلا دلیل اصلی شکش همین قامت بدنسازی و اون سندرم تختان پلی‌کیستیک یکی از دلیل آکنه هایی که خانم ها تو سن جوانی حالا دورهای قاعدگیشون تجربهش میکنن، و پوست خراب، کبد چرب، ریزش مو، خشکی پوست، تیروئید، یعنی دیگه یه چیزی میشه گفت ام الامراض شده بودم تقریبا. همه اینا با کتو واقعا درمان شد، همه اینا علتش اون کربوهیدرات زیادی، قندجات زیادی بود که من مصرف میکردم و اون بار انسولین بالایی بود که تو بدن من جریان پیدا میکرد، بدن من نمیتونست اینو هندل کنه و واقعا کم می آورد، حالا ذخیره میشد، ذخیره سلولی میشد که روز به روز من چاقتر میشدم، فقط این وسطه خدا به من رفت دیابت رو نگرفتم. تنها چیزی که من واقعا تجربهش نکردم، ولی خب تا مرز رفتم، یعنی جوری شده که دکتر من گفت ممکنه پیش دیابت باشی، باید کنترلش بکنی، بعد مراقبت بکنی، و همه اینا با کتو درمان شده، همه درست شده، چرخه قاعدگی درست شده، روزهاش درست شده، یعنی من الان دیگه میدونم که یک چرخه سیکل 28 روزه دارم و فلان روز مثلا ممکنه این اتفاق تخمک گذاری برای من اتفاق بیفته و خیلی برنامه ریزی زندگی منو نظم داده تو این قضیه. و یکی از چیزایی که خیلی تاثیر داشت برام این بود که من بعد از اینکه دخترم زایمان کردم متوجه شدم فیبروکیستیک سینه دارم، یعنی رفتم سونوگرافی دادم و اولین بار که سونو دادم، چون من یکی از عزیزان نزدیکم این مشکل رو داشته، یکم ترس گرفت واقعا، چون زمان فقط یک فیبروکیستیک چسبنده دیدم داخل سینه من و گفتن که اگه این جای دیگه از سینه یا سینه یا مثلا سمت دیگه این مشکل رو نداشته باشه ممکنه که خطرناک باشه، احتیاج به جراحی داشته باشه. خب خیلی ذهن من درگیر شد، یعنی قبل که تو انقدر ذهن من درگیر این قضايا بود که فقط دنبال یه راه حل می‌گشتم، یه راه حل می‌گشتم که از این معضلات و این فشارهای عصبی من خارج بشم، چیزی بتونه کمکم بکنه که بتونم این دوره رو کنترل بکنم. دوره سونوگرافی بعدی مشخص شد که نه، خب همون فیبروکیستی که مشکل نداره الحمدلله، ولی الان با توجه به سونوی که جدیدن دارم اصلا چیزی به عنوان کیست سینه وجود نداره، چیزی به عنوان سندروم PCOS اصلا وجود نداره، تیروید هاشیموتو اصلا وجود نداره و من فقط میتونم بگم تمام بیماری هایی که ما رو درگیر میکنن اشتباهات تغذیه ایمون هست، این که از اول به ما گفتن خب شما فقط با کربوهیدرات سیر میشین، فقط مواد مغذی تو آرد، تو نون، تو برنج، در صورتی که اینطور نیست دیگه، این واقعا برای ما شما که تغذیه دارین تحصیل و حالا خوبیاش رو دیدین دیگه اثبات شده که کاملا علم تغذیه اشتباه کرده تا الان و علت بیشتر بیماریام همین بوده و شاید یه قسمتیش هم چیش میگن سیاست های دارویی بوده. واقعا همینجور بوده، همون رژیم مدیترانی هم که فرمودید دقیقا یکی از افرادی که کلن اومد مسیر علم پزشکی رو
به بیراهه کشوند و چربی های اشباع رو آدم برای داستان کرد، همون فرد اومده اون رو پایگذاری کرده و دکتر انسل کیس. و دقیقا با همین گفتید که شاید میتونم بگم با خطیت بیشتری که این فرد دقیقا بودجه میگیره از دولت و شرکت های غذایی و توی تحقیقاتش یه سری داده ها رو کلا نادیده میگیره و میاد فقط اون داده هایی رو که به نفع خودش هست انتخاب میکنه و توی اون داده ها حتی تمایزی بین روغن های اشباع و غیر اشباع قائل نمیشه و بله. کلا روغن رو بدنام میکنه. حالا باز خدا رو شکر توی رژیمش چیزای غیر طبیعی رو توصیه نمیکنه، دست کم این خوبی رو داره، ولی به هر حال غلات که حذف نمیشن، دانه ها حذف نمیشن و همون مثلا ممکنه واسه خیلی ها این سوال مطرح بشه که یه چیزی مثل تیروئید چجوری درمان شد. خب مشکل هاشیموتو اینها باز برمیگرده به التهابات. وقتی که ما غذاهایی میخوریم که التهابات زیادی میاره، دانه هایی که از اون دانه و حبوباتی که از اون دسته هستن و خوشبختانه ما توی کتو اونها رو حذف میکنیم، گلوتن باز باعث التهاب میشه و اینها رو حذف میکنه و اینها به تدریج حال ما رو بهتر میکنه و حتی چیزی مثل هاشیموتو رو میتونه دست کم توی حالت خاموش به وجود بیاره. و داستانی هم که شما گفتین هم حالا هاشیموتو بوده، هم PCOS، هم کیست سینه، همه اینها با تغییر سبک تغذیه بهبود یافته و خیلی ها ممکنه نقش تغذیه رو نادیده بگیرن، در صورتی که ما میدونیم وقتی که مریض میشیم میریم یه قرص میگیریم چند میلی گرم هست و توقع داریم که اون یک کار بزرگی واسمون انجام بده و واقعا هم انجام میده، تغییر خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. چجور اون یک چند میلی گرم قرص این کار رو میکنه ولی ما توقع داریم چیزی که مثلا 1 کیلو هم ممکنه در روز مصرف بکنیم، یعنی غذا اون تأثیر توی سلامت ما نداشته باشه، در صورتی که اون بیشترین تأثیرات رو داره. ببینم چه پیام هایی اومده. رژیم کتوژنیک در درمان PCOS یا همون سندروم تختان پولیکیستیک عالیه، شاید ایشون هم تجربه خودشون بوده. من با از هم همینطوره همیونه کلمتون، چون من الان دوستایی که با من شروع کردن میتونم بگم الان 3-4 نفرشون این مشکل درمان شده و بارداری رو دارن تجربه میکنم و این خیلی بر من جذابه که هر روز دریافت میکنم پیام ازشون که ما باردار شدیم، ما الان بدون هیچ مشکلی بدون هیچ دارو درمانی تونستیم که باروری رو تجربه بکنیم. این واقعا لذت بخشه، مثلا برای دوستایی که تازه میخوان اولین بار مادر یا پدر میخوان بشن این خیلی جذابه. بسیار عالی، ببخشید. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. من اتفاقا دوست دارم که بیشتر سن در اختیار شما باشه، تیروبون در اختیار شما باشه. من میفرمان که دختر آندرلاین کتو، من با وزن 120 کیلو دارم از فردا شروع میکنم. من که برای شما آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که آقا به خود داشته باشه. بسیار عالی، قطعا میتونم. منم یه زمانی فکر میکردم نمیتونم، یه زمانی وقتی خودم میرفتم رو وزن نمیدم ای وای امروز شام 120 کیلو، فردا شام 130 کیلو، و این همچنان داره ادامه پیدا میکنه و اصلا نمیتونم جلوش بگیرم. یه دونه چی بهش میگن، یه حالت افسردگی و ناامیدی به من دست میداد و اون افسردگی و ناامیدیه باعث میشه من بیشتر غذا بخورم. یعنی میرفتم در یخچال باز میکردم هر چیزی که فکر میکردم خوشمزه به نظر میاد و باز دوباره مجددا استفاده میکردم، چون واقعا افسردگی گرفته بودم در این زمینه. ولی بعد یک ماه تغییراتی که با کتو داشتم تو بدن خودم حس می‌کردم، چون ماهای اول کسی زیاد متوجه تغییراتت نمیشه، مثلا تو وزنای بالا حداقل باید 1/3 رو بیاری پایین تا مثلا بگن آو چقدر داری تغییر می‌کنی، چرا خوب شدی فلان، توجه اطرافیانو جلب بکنی. ولی حس خودت بهت میگه که روز به روز داره حالت بهتر میشه و این خیلی خوبه. ان شاءالله که این خانم موفق بشن. امیدوارم. دقیقاً همین حال خوب هم از همه چیز مهمتره. ما همیشه میگیم اول سلامت، کاهش وزنم یکی از اتفاقاتی هست که در نتیجهش میفته. خود من برای کاهش وزن اومدم با این رژیم آشنا شدم و رژیم های مختلف رو امتحان کردم، حالی که میگم مختلف یکیش گیاهخواری بود، بعدش هم کتوژنیک بود، خیلی سفر دور درازی هم نداشتم.
ولی دیدن که کوچکترینش کاهش وزنه و شما همینجور که توی وصفهای عاطف خانم میشنوید، این همه مشکلات، همه اینها با اصلاح تغذیه برطرف شده و حتی قبل از اینکه کاهش وزنتون شروع بشه ممکنه خیلی از بهبودها رو پیدا بکنید. یکی از عزیزان بود توی گروه گرداتش توی تلگرام نوشته بود که همچنان وزنشون فکر میکنن بالای 100 کیلوگرم بود، ولی آزمایش داده بودن و فکر میکردن آزمایش اشتباه شده است، پس که برشون غیر قابل باور بود. همه آنزیمای کبدشون در سطوح عادی بوده و کبد چربشون با وجودی که همچنان وزن هلوش 100 داشتن کاملا از بین رفته بود. درسته. بقیه پیام ها رو نگاه میکنیم. میفرمان که چیکار کنیم که اراده رژیم کیتو رو داشته باشیم. من به شدت علاقمند به شیرینی هستم. شما تجربه خودتون رو بفرمایید. بله. خب ببینید، این که الان طبیعیه یه آدمی که مشکلات مقاومت به انسولین داره تمایل زیادی داره برای مصرف قندیجات و کربوهیدرات ها، مثل یه نفری که دیابت داره و اونم همین مشکل داره و همیشه ولع داره، دوست داره مثلا ضعف میگیره، شکلاتی کنارش باشه، نوشابه ای بخوره. این کسایی که دیابت دارن همیشه این مشکل رو با خودشون دارن که همیشه تمایل دارن به خوردن اون قندیجات و دقیقاً اون چیزی که براشون ضرر داره. اولا که تجربه من اینه که شما رژیم کتوژنیک رژیم گشنگی نیست. این که میگن فستینگ خوبه، بله فستینگ فوق‌العاده است، وارد شدن تو مرحله اتوفاژی فوق‌العاده است، این که باعث میشه شما بتونید بیماری‌های سبالعراجی حتی مثلا سرطان رو بتونید با قرار گرفتن تو مرحله اتوفاژی درمانش بکنی، این خیلی فوق‌العاده است. ولی فستینگ رژیم کاملا مجزا از کتوه. کتو استاندارد همینیه که شما 2 تا 3 بعد غذای کامل در روز مصرف میکنید با 70 تا 75% چربی، 20 تا 25% پروتئین و 5% کرب روزانه‌تون. این اصل رژیم کتوژنیکه. برای خانومی که حالا تو سن جوانی قرار داره، حالا وزن خیلی بالایی داره، یه کسی که مثلا 137 کیلو بوده، قطعا یه قابلمه به برنج کم کم غذاش بوده، نمیگیم کم خوراک بوده، ما اصلا هیچ چی بهش میگم بی پرده داریم صحبت میکنم، هیچ رو دواسی با هم نداریم. کسی که وزنش بالا رفته قطعا خوراکش هم زیاد بوده. توقع نداریم الان مثلا میخواد شروع بکنه با 2 تا دونه حالا پر کاهو، یه رونه مرغ کوچیک، یه قاشق روغن سیر بشه. قطعا یه همچین شخصی اینجوری سیر نمیشه. پس چیکار میکنیم؟ ما اصلا تو اول کتوژنی کسی که وارد میشه با وزن بالا مخصوصا اصلا ماکرو شماری نداریم براش، میگیم در حد سیری بخون. چیزی که من خودم شخصا توصیه میکنم به دوستانی که حالا با من شروع میکنن و استارت میزنن، من میگم در حد سیری بخور، جوری که شما احتیاج میان وعده نداشته باشی. ممکنه کم کم این سه وعده شما وقتی وارد فاز کتوز میشین بدنتون که در عادت میشه، کم کم این سه وعده بشه 2 وعده یا حتی بشه 1 وعده. اما تا زمانی که به این مرحله برسی خودت گشنه نگه ندار. یکی از دلایلی که باعث میشه ما نتونیم رژیم ادامه بدیم همین گشنه موندنمونه. وقتی معده سیر نباشه و مغز دستور نمیده که شما حس سیری رو انتقال بده، خب قطعاً کسی که حس سیری براش منتقل نشده و هنوز حس گشنگی داره نمیتونه یه رژیم کامل رو ادامه بده. در مورد قندیجات هم خانم‌ها توی این قضیه خیلی ضعیف دارن تا نسبت به آقایون. آقایون یه دوره هورمونی، بالا پایین هورمونی ندارن، ولی خانم‌ها ابتدای قاعدگیشون، انتهای قاعدگیشون، اواسط سیکل ماهانه‌شون این بالا پایین هورمونی رو خیلی زیاد تجربه میکنن و این باعث میشه که حالا یه چیزهایی مثل ویار، مثلا ویاری که تو بارداری یه خانم‌ها میگیره، این خانم‌ها درگیر بکنه و تمایل به خوردن قندیجات خیلی بالا میره. من کاری که خودم شخصا انجام میدم تو دوره‌ای که حالا این ولع رو ندارم، سعی میکنم از چیزایی که حالا قندهای مجاز هستن مثل استویا، اریتریت و زایبیتون، چیزایی که میشه استفاده کرد تو کتوژنیک و قندهای مصنوعی هستن یا استویا که حالا قند طبیعی هم هست از گیاه استویا گرفته میشه، سعی میکنم تو این دوره استفاده نکنم. من نزدیک به قاعدگی که سندرم قاعدگی هست و نمیتونم، یعنی هیچ راه حلی برای کنترلش ندارم، میام حالا از مجازهای هرمم استفاده میکنم، چیزی به عنوان حالا فتفوم درست میکنم یا چیزی به عنوان که کتوی درست میکنم که اون ولر رو بتونم کنترل بکنم. و یکی منیزیومه، این قرص منیزیوم که استفاده میشه واقعا جلوی ولر شیرینی رو میگیره.
من توصیه میکنم دوستایی که حالا نزدیک قاعدگیشون میشه شبا آخر شبا برای حالا جذب بهتر، چون میدونیم که منیزیم محلول در آب هست و همزمان با غذا مصرفش قطعا مقدارش دفع میشه و جذبش پایین میاد، بهتره که یه زمانی مصرفش که بعدش غذای چیز مصرف نمیشه. اصولا من میام آخر شبا مصرف بکنن و که قدر جذب حالا بدن بهتره و بیشتر میتونه این ماده معدنی رو جذب بکنه. با دوز بالا بین 250 تا 400 مصرف من مشکل نداره، چون راحت میگم، چون میدونم که ویتامین های محلول در آب اگه دوزش هم بالا بره از طریق ادرار دفع میشه و مشکل به وجود نمیاره. مثل ویتامین های محلول در چربی نیست که ممکنه حالا شوک ایجاد بکنن یا حالا مشکلات دیگه به وجود بیارن، مسمومیت ایجاد بکنن. ولی خب این فقط در حد این باشه، نزدیک قاعدگی این راه حل باشه، نه اینکه هر لحظه و هر روز. ابتدای رژیم به خاطر حالا کمبود الکترولایت ها منیزیم 250 میلی گرم رو که شبا مصرف میکنم، نزدیک قاعدگیشون میتونن یه دوز یکم دوزش رو بیارن بالا تا 400-500 هم در روز مصرفش مشکلی وجود نداره. این راه حلایی بود که من خودم انجام میدم و سعی میکنم وعدم و کامل بخورم، مخصوصا زمانی که نزدیک قاعدگی میشه سعی میکنم وعدم و کامل بخورم که اون حس و ولع گشنگی و تمایل به شیرینی گرفته بشه. و یه چیز جالب بهتون بگم، گاهی این ولع غذا خوردنه از کمبود آبه و همیشه من به همه دوستام توصیه میکنم اول قبل از اینکه چیزی بخوایم مصرف کنیم به عنوان یه وعده غذایی و زمانی که دلزفه داریم یا تمایل داریم به شیرینی‌جات، دو لیوان آب بخوریم. احتمال اینکه شما با کمبود آب مواجه هستین و حالا متوجه نمیشین یا بدنتون اینجور به شما فرمان میده که شما نیاز به غذا داری، ممکنه اون رفع بشه، اون تشنگی که رفع بشه اون مشکل ولعم حل بشه و واقعا جواب میده. این تجربه شخصی منه و جز تجربه شخصی من اینجا چیزی گفته نمیشه، حالا نمیدونم چقدر پای علمی دارن یا نه، ولی خب اینی که من تجربه کردم. اگه رفع نشد اون موقع میریم سراغ گزینه‌های بعدی و اینکه سعی میکنیم حالا تو کتو یه مقدار اون وعدمون رو چرتر مصرف بکنیم که ولع رو باز کمتر میتونه بکنه. حالا من همینجور که شما فرمودید چند چیز رو اضافه بکنم. همینجور که شما فرمودید این رژیم گرسنگی نیست که ما نیازی به اراده ی آنچنانی داشته باشیم، و یه چیزی رو که ممکنه یکم جنجالی به نظر بیاد، یکم عجیب به نظر بیاد، این هست که خود من به اراده آنچنان اعتقاد ندارم. اگر که چیزی درست باشه جواب بده، خودش شما رو پیش میبره. اینجوری نیست که شما حتما باید یه مبارزه ای رو بکنید و این مبارزه که دائم بخواد باشه آخر یه روزش میبازید، یه روزی سپر رو و شمشیر رو میندازید. ولی وقتی که شما تغذیه مناسبی داشته باشید، بدنتون هم احساس قناعت میکنه. و حالا یه سری چیزها رو که اگه مثلا بخوام متفاوت بگم، مثلا اگر که هلوهوش دوران قاعدگی شما یه سیب خوردید، یه پرتقال خوردید، نه اینکه حالا آب میوه چون که اون ضررهای خودش رو داره، ولی حالا یه میوه یه سالم خوردید، من مسئله‌ای نمیبینم. این ممکنه شما رو موقتا از کتوسیس هم خارج بکنه، ولی مشکلی نیست. اگر که به هر حال یه غذای طبیعی هست، قند خیلی بالایی نداره و مخصوصا آره به نسبت مثلا یه چیزی مثل چیز در نظر بگیریم، مثل آب میوه ها در نظر بگیریم، میوه ها خیلی شخص گلایسیمی پایین تری دارن. و از جهت دیگه این که حالا این داستان طولانی داره و توی خیلی لایف ها بهش اشاره کردم، به صورت خلاصه اینجا میگم که گیاه چون که شاخ و دندون نداره و پای دویدن نداره، ریشه در خاک داره، این سموم دفاعی رو تولید میکنه، ولی این سموم در میوه خودش کمترینه چون که میخواد میوهش انتقال دانه هاش به جاهای دیگه باشه برای گسترش نسل خودش. به خاطر همین این سموم دفاعی که تاکید بیشتر من روی اون هست و کربوهیدرات توی میوه خیلی پایین تره. حالا اگر که یک زمانی هم میوه خوردی اشکال آنچنانی نداره، شما رو از کتوسیس خارج میکنه، ممکنه ولعهای دیگه هم بیاره، ولی آنچنان اگر در حد میان کلمتون اگر در حد میوهی باشه که بخوام بتونیم تو لوکر مصرفش کنیم، چون لوکر میدونه که فاز یک لوکر تقریبا هنوز تو فاز کتوز هستیم. بله مثلا یک میوه شاخص گلایسیمی پایین مثل سیب یا مرکبات یا مثلا یه میوهی مثل کیوی ممکنه شما رو از فاز کتوز خارج نکنه، به شرط اینکه محدوده استفاده ای که دارین خیلی محدود باشه.
اینکه مثلا بشین 1 کیلو کیوی بخوریم توقع داشته باشیم که هیچ اتفاقی هم نفته، نه در حد یه برش کوچیک یا یه میوه کوچولو، آره ممکنه یه اتفاق نیفته. ولی من اینو حالا میون کلمتون ببخشید که خواهش صحبت میکنم، اینو به توصیه نمی کنم به دوستایی که تازه شروع کردن، چون ببینید بدن داره تغییر فاز میده، داره تغییر سوخت میده، به جای انسولین میخوان کتون بادی ترشح بکنه و سوختش داره کتون میشه، شوک مانند برای بدن داره اتفاق میافته. بدنی که تا الان انسولین میسوزونده، خب حالا دیگه اون حجم انسولین بهش نمیرسه، در صورتی ما هم ترشح انسولین داریم ولی خب اون سطح ترشح خیلی پایین آورده شده. و یکی از علائم کتوفلو هم که مثلا یکی از اتفاقی هم که میفته میگیم کتوفلو شما وارد فاز داری میشین همینه، خب میکنه بهتره که اینا رعایت بکنه. اگه هم میخواد میوه استفاده بکنه بهتره میوه هایی باشه که تو رم غذای کتوژنیک مجاز هستن، توت فرنگی، خیار، نارگیل، آووکادو، اتفاقا میوه های خوبی هم هستن و خوش طعم هم هستن و خیلی هم جذابیت مصرف دارن بین خانم ها، مخصوصا خانواده بریا هستن و شاتوتی که میتونه استفاده بکنه، تمشک جنگلی هست که میتونه استفاده بکنه، از اینا اگه دم دستشون باشه آره ایرادی نداره، هیچ مشکلی هم نداره. یا همون میوه هایی که گفتیم مثل مرکبات یا مثلا یک عدد سیب که شاخص گلایسمیش خیلی پایینه به نسبت حالا میوه های دیگه تو رنج پایین شاخص گلایسمی قرار میگیرن، ولی بازم توصیهش میکنیم که کسی که اوایل رژیم این کار نکنه تا بدنش کتو ادپته بشه، بدنش عادت بکنه. بعد حالا مثلا یه کسی که 6 ماه کتوژنیکه با یک عدد سیب یا مثلا چند تا دونه، حالا هویج یه سری ها میگن که هویج مشکل نداره مصرفش، کتو یه سری ها میگن نه اصلا نه مصرف بکنی، ولی خب به خاطر تو چیز اون اتفاقاتی که تو پخت این غذا به وجود میاد و باعث میشه شاخص گلایسمیش بالا تمره، بهتره که مصرف نشه. حالا خامش در حد کم موردی نداره، ولی در پختش رو بهتر بیشتر رعایت بشه که استفاده نشه. حالا زمانی هم پیش اومده این اتفاق افتاده شما هویج پخته خوردین، اون خیلی شما رو نمیتونه از کتو خارج بکنه، یا یه مهمونی رفتین یه دونه سیب نصف سیب خوردین، مجددا برگشت شما به کتو خیلی راحت تره تا کسی که حالا اوایل هست هنوز خوب وارد فاز کتوز نشده، هنوز بدنش کتو ادپته نشده. اینم برای دوستایی که الان اوایلشن، ولی من با نظر شما موافقم. الان مثلا شخصی مثل شما یا من یا هر کسی که طولانی مدت کتو هست قطعا سریعتر میتونه برگرده به کتو. کاملا درسته، منم اتفاقا با همین نظر شما موافقم که اوایلش اتفاقا یکم به خودتون، حالا اگرم اوایلش یه کوچولو اراده بذارین این خوبه، بعدش بدنتون بله. عادت که میکنه خیلی سریعتر خیلی راحتتر میتونید توی رژیم بمونید. و حالا اگر بله. مثلا 3 ماه 6 ماه که گذشت استفاده از هر از گاهی از این چیزها خیلی آسیب اصلا ممکنه آسیبی نزنه و قضیه این هست که خیلی سریع هم برمیگرد به کتو. من حتی آزمایش های مختلفی رو با عسل هم کردم. درسته اول که خیلی باشه صدامو داشتیم یک لحظه قطع شد یه زمان که مثلا عسل رو امتحان کردم، عسل خیلی واسم زیاد شیرین بود، اول که خود آدم میلش کم میشه به چیزای شیرین، یعنی یه چیزی بود که میگفتم من قبلا این چجوری میخوردم، ولی به هر حال من موقتا از کتوسیس خارج میکنه ولی دوباره برمیگردم. اولش یه کوچولو اراده بذارید، بعدش دیگه بدنتون اول که خیلی میلش رو پیدا نمیکنید، دوم خارجم شدید برمیگردید. و یه چیزی هم حالا در این به حال از تجربه خودم نمیتونم بگم، ولی چیزی که حالا از جاهای دیگه شنیدم در مورد خانوما در مورد فستینگ شنیدم، اگر هم میخوان فستینگ رو دنبال بکنن یا روزه رو دنبال بکنن، اگر آقایون اینجوری هست که صبحانه رو بیخیال میشن میذارن هر وقت گرسنه‌شون شد، خانوما اینجوری باشه که صبحانه رو بخورن و وعده بعدشون هم حالا توی ساعت بعد روز بخورن، دیگه از اون وعده قبل از حالا غروب آفتاب و اینها که خوردن از بعدش تا روز بعد غذا رو نخورن. در صورت که برای آقایون توصیه میشه که صبح که بیدار شدن سعی کنن از خودشون سوال بکنن که کی گرسنه‌شون میشه و وقتی که گرسنه‌شون شد اون موقع تازه بخوان غذا بخورن و اینجوری مثل که آقایون بهتر جواب میگیرن اونجوری خانم. من حالا تجربه خودم همون بودی که صبحونه رو بیخیال بشم
و دیرتر گرسنه نمی شده، ولی این رو هم شنیدم از البته فقط یه دونه منبع و شاید این هم برای بعضی ها مفید باشه. یه نگاه دیگه بکنیم، یکم پیام بالا پایین شد. آها پیدا کردم. چرا گاهی اوقات وزن پایین نمیاد؟ این فکر میکنم یه بحث خیلی پیچیده ای بشه، چون که فرد تا فرد فرق میکنه. بله، بدن با هم متفاوته، متابولیسم با هم متفاوته، بیماری آره. هایی که شما رو درگیر کرده، بله اینا همه متفاوته با هم دیگه. حتی نوع تغذیه که قبل داشتین، کسایی که حال کربوهیدرات های بالاتری مصرف میکردن و حالا مصرف مواد غذایی قندیشون زیادتر بوده، تو کیلو خیلی بهتر جواب میگیرن. این تجربه شخصی بین دوستام هم دیدم، کسایی که با من اومدن و با هم دیگه این راهو ادامه داریم میدیم، دارم میبینم کسایی بودن که حالا مثلا خانمی بوده که ورزشکار بوده و توی دوره، حالا دوره بارداری یا به علت یک بیماری یا مثلا تصادف، یک مشکلی چیزی واسش پیش اومده، اضافه وزن گرفته و خوراک کمی هم داره و عادت داره به کم خوراک بودن و کم خوردن و این متابولیسم بدنش هم به خاطر ورزشیم کرده خب قطعا بالا بوده. حالا بیشتر قضیه اون افت متابولیسم است. افت متابولیسمه، حالا تو بارداری پاهنخای اتفاق برای خانما میفته، افت متابولیسم حتما تجربه میکنن به خاطر حالا مشکلات اون بالا پایینای هورمونی که براشون به وجود میاد و اینکه دارن خب یه شخص دیگر رو حمل میکنن و بعدن بعد دو تا بدن رو در اصل هندل بکنه، اتفاق براشون میفته. یا کسی که حالا یه ورزشکار حرفه‌ای بوده، الان دیگه اون اندازه ورزش رو نداره، متابولیسمش میکشه پایین. این افت متابولیسمه که باعث میشه شما عدم کاهش وزن بدین. زمانی که شروع بکنی کتو باشی، همزمان باهاش ورزشات هم شروع بکنی، حالا نمیگیم قدرتی، حوازی، در حد حوازی هم انجام بدی و یه فعالیتی در روز داشته باشی که بتونه جوابگوی نیاز وزن، باز دوباره استارت کاهش وزن میخوره و استارت کاهش وزن میخوره و شما باز مجددا کاهش وزن داری. ولی این چیز تجربه شخصی منه، اون چیزی که حالتو خوب میکنه کاهش وزنه نیست، کاهش سایزه است. این چیزیه که هم استایلتو خیلی جذاب میکنه، استایلتو درست میکنه، همین که به سلامتی نزدیک داره. شما عدد روی وزنه که میری ممکنه آب میان بافتی که باشه که داری از دست میری، ممکنه عضله یا باشه، حتی ممکنه عضله باشه، بله، یکی میبینی رژیمای خیلی بد میگیره یا خیلی خوب نمیتونه رعایت بکنه یا انقدر غذا کم مصرف میکنه که بعدا مجبور به خاطر تامین انرژی از منابع ذخیره ماهیچه‌اش استفاده بکنه، خب قطعا ممکنه تحلیل عضله هم داشته باشه. ولی کسی که داره کتوژنیک رو استاندارد پیش میبره و در کنارش حالا یه مقدار ورزش هم میکنه، سعی میکنه متابولیسمش هم بالا نگه داره، اصولا بیشتر با کاهش سایز مواجه میشه تا با کاهش وزنه. ممکنه ماها بری روی وزنه اصلا تکون نخوردی، ولی هر روز که مثلا لباسای جدید میپوشی، سایز پایین تر میگیری، میبینید چه خوب سایزم کمتر شده. یعنی چربی احشایی از دست دادن، چربی که روی اما احشای داخلی بدنتون رو میگیره، مثل چربی که رو کبد میشینه باعث کبد چرب میشه، حفره داخلی شکم رو میگیره، مشکلات حالا گوارشی براتون به وجود میاره، یا روی قلب رو میگیره، یا در شریاناتون رسوب میکنه، باعث میشه که عروقتون گرفته بشه. در از شما دارین بدنتون رو به سلامتی میبرید با اون کاهش سایزه. پس نگران این که اون عدد رو وزن تکون نمیخوره نباشید، عدد رو وزن اصلا مهم نیست. به نظر من بعد یه کمپینی را بندازیم نه به وزنه، چون اکثر خانما هر روز روزی 3 بار 4 بار میرن رو وزن ببینن الان اینو خوردم چقدر شدم، الان نخوردم چقدر شدم. من خودم این وسواس داشتم، کلا جمعش کردم گذاشتم تو کمد دیواری درشم بس بس دیگه خاطر روش ندارم، من اصلا بهش اهمیت ندادم. مهم اون حال خوب هست و همچنین سلامتون که بهبود پیدا میکنه و حالا اون کاهش وزن هم در حال به تدریج رخ میده. اون افزایش وزنتون دوستم آقای تارومسری توی یکی از مصاحبه‌ها که داشتیم باشون گفتن که شما مثلا 10 سال طول کشیده تا چاق بشی، حالا فرض کن که مثلا 5 سال هم طول بکشه که لاغر بشی، معامله بدی به نظر نمیاد. درسته، کاملا درست گفتن، موافقم باهاشون.
بدن ما یه شب چاق، من به دوستان میگم، میگم یه شب چاق نشدی که قرار باشه یه شب لاغر بشی. به قول شما یه بدن 10 ساله 20 ساله با این اتفاقات و با این روش های اشتباه تغذیه خود رو رو به نابودیت میتونم بگم، رو واقعا رو به نابودی کشوندن بدن هست، رو به نابودی کشونده خودش رو تا آمده ترمیم بشه حداقل کم کم بعد 1 سال 2 سال زمان بدی. و جالب اینجاست این قضیه یه ذره ذهنیه، ذهنت وقتی تکرار بشه هی یه چیزی براش، بعد 1 سال دیگه براش باور میشه که شما اصلا مثلا تمایل به برنج نداری. مثل من الان باور میکنید حتی در گونی برنج رو وا میکنم، من بوی برنج رو متوجه نمیشم، یعنی هیچ عرق بشم، در صورتی که قبلا اگه بوی برنج ایرانی به من میخورد من میمردم واقعا جدا. یا خانم های ایرانی در مقابل برنج ایرانی واقعا ضعیفی، یعنی لحظه ای که در گونی رو وا میکنیم بوش بهمون میخوره مست میشه آدم واقعا از اون عطر دلنگیز که داره. ولی این یک پس باور ذهنیه، یه باور غلط ذهنیه که ما به خودمون تنگیم، ما اگه برنج نخوریم میمیریم، ما اگه نون نخوریم میمیریم. نه عزیز دلم اینجوری نیست. یک زمانی کل برنج ایران شمال ایران بود و انقدر راه‌های مواصلاتی کم بود که سال یک بار مردم میتونستن از این برنج حالا جذاب شمالی استفاده بکنن. بقیه سالو چیکار میکردن؟ اون 6 ماهی که حالا تا اومده بود درو بکنن گندمی رو و اون گندم بماند که سبوسدار بوده، پر از مواد مغذی بوده، فیبر کافی داشته و نمیذاشته که حالا بیش از حد اون نشاسته و قندش تو بدن جذب بشه، خب خیلی فرق داره با این قارد سفیدی که ما در این حال استفاده میکنیم و متاسفانه آخرم بهش اضافه کردن جدیدن که اصلا این خواهد دستکاری ژنتیکی شده. آفرین، دستکاری ژنتیکی هم که چی دیگه اصلاح کردن که بتونن یه نسلی رو نابود بکنن. به نظر من این کمک به نسل نیست، این نابودی نسل است واقعا. درست. پس خیلی سخت نیست ذهنیتمون رو درست کنیم. اوکی شد. حالا هوش یه 5 دقیقه فرصت داریم یکم سریعتر رد میشیم. فرمان که از که تو خارج میشیم گرسنگی سخت تو، چون که دوباره اون سیری رو تجربه میکنید. اینو کوچولو خیلی میگم، سلام ببخشید برگشتن به کیتو، خیلی سخت رژیم رو رعایت میکنم ولی نوار کتو منفی، چه کار باید انجام بدیم؟ خودم رو بخوام بگم، من 5 ساله توی کتو بودم و همه علائم کتو رو داشتم، بس کم کردم، سلامتم بهبود پیدا کرده، یک بار از نوار کتو هم استفاده نکردم چه برسه به تست های دیگه. و اصلا لزومی نداره. آره، کتویی که توی ادرار باشه بازگوی کتویی توی خون نیست، این مهم نیست، مهم اون حالتون هست. شما هم چیزی برید اضافه فرمایید؟ نه، من هم همونی که شما گفتین، تست ادرار نمیتونه اون چیزی که داخل خون شماست نشون بده. مثل یه مادری که بارداره، اینها راحت تر میتونن برای خانم قابل هستن، یه مادری که بارداره هفته اول اگه آز تیتر بتا بده حتما باردارش مشخص میشه، ولی تا 10 روز 15 روز تست خانگی که تست ادرار هست اصلا ممکنه حتی نشونم نده که شما حالا خانمی هستی که مثلا باردار شدی و یا جنینی رو داری حمل میکنی. پس نمیتونه یه تست کاملا درست و 100 درصدی باشه، هر تست ادراری میتونه اشتباه و خطا داشته باشه، حتی بستگی به خوردن غذا شب قبل داره. اگه کسی شب قبل کربوهیدرات یکم بالاتر مصرف کرده باشه، حتی تو رنج کتان که باشه، صبح که بلنشه ممکنه نوار تست کتانش نشون نده کتان بادیه که ترشح شده، پس نمیشه 100 درصد بشه اعتماد کرد. به نظرم به جای هزینه اون قبلا که 100 تومن بود، 100 عددیش بودم چقدر بود، 100 خورده بود، به نظرم به جای اینکه این کارو بکنن حالا تو که توت فرنگی 1 کیلو گوشتی بره. آره، و میفرمان که فقط 3 روز اول رو تحمل کنیم تمام، تجربه خودم بوده، آب نمک عالیه واسه سردرد و سرگیج غیر آب نمک و الکترولایت. چی توصیه میکنیم؟ من همینا به ذهنم میرسه، و اینکه دقت بکنید که پروتئین و حالا چربی کافی هم بهتون برسه. شما هم اگر بله همین. ببینید یه چیزی هم که میخوام بگم در مورد، حالا خیلی جاش هست که صحبت بکنیم، که در مورد مکمل‌های پروتئین هست که خیلی استفاده میکنن. اولا که حالا اون کسایی که استفاده میکنن
شرایطش رو داشته باشن، شرایط استفاده داشته باشن، کسی باشه مثلا قدرتی داره کار میکنه، یه آدمی که حالا بدنسازه، ورزشکار حرفه‌ایه، یا حتی پروتئین دوست طبیعی داره مجبورم احتیاج بودن داره حالا خورده به اون مصرف پروتئین. پروتئین بالاتر. جان پروتئین طبیعی منظورم بود، نبوده پروتئین. بله، نه اینو دارم میگم برای دوستایی که از کجای پروتئین استفاده میکنن. منم با شما موافقم، باید غذای کم مصرف بشه، یا حتی مکمل ها. یه سری رو من خانم رو دیدم، ببین تو رنج طبیعی و سالم هستن، خب یعنی اضافه وزن ندارن، ولی میان کیتو میشن و سعی میکنن با مکمل خودشون رو سیر نگه دارن، در صورتی که خب اون مکملی که شما دارین استفاده میکنید، حالا کپسول باشه، قرص گچی باشه، ژل باشه، هر به هر صورتی که باشه، شما از اون 100% 30%ش فقط معدنی یا همون مواد ویتامینی هست، که از اون 30% هم اگه در حد نرمال باشی بتونی اینو جذب بهتری داشته باشی، حالا میای یه حجم زیادی از کلسیوم رو وارد بدنت میکنی، از اون 30%ی که قرار جذب بشه 15%ش که دفع میشه، اون 15% هم با توجه به شرایط بدنی ممکنه جذب بشه، ممکنه جذب نشه، بازم دفع بشه. پس چه کاریه؟ به جای اینکه بیایم این کارو بکنیم، از نور خورشید استفاده بکنیم، از منابع تغذیه‌ای استفاده بکنیم، ویتامین ای، ویتامین دی، همه اینا تو آب قلمی که ما داریم استفاده میکنیم، چربیای مجازی که داریم استفاده میکنیم، پروتئین های سالمی که داریم استفاده میکنیم و سعی میکنیم بیشتر ارگانیکش رو استفاده بکنیم، داره تعمیم میشه. شما حتی تو گیاهی که داریم استفاده جسارتا وقت میکنیم داره تمام میشه، یه 30 ثانیه 40 ثانیه وقت هست. تو سبزیجات هم که داری استفاده میکنی انواع اقسام ویتامین ها داره تامین میشه، حتی ویتامین سی که خیلی همه سعی میکنن روش مانوف بدن که آره حتما ایمنی بدن که فرقا ویتامین سی تامین میشه و اصلا اینجوری نیست، شما میدونید و منم میدونم که قطعا اینجوری نیست، اما خب میتونم با همین سبزیجات تکمیلش بکنم و احتیاج به خوردن مکمل های اضافی و اون بار اضافی که برای کلیه ایجاد میشه نیست. درست. به دوستان بگم بعد تو پروتئین، پروتئین هم همطور مشکلات گوارشی براشون به وجود میاره، پودرهای پروتئین بهتر استفاده نکنن. بله خیلی ممنون از وقتتون، من نگرانم که لایف تموم بشه. نه خواهش میکنم، خیلی استفاده بردیم، خیلی ممنون که قبول کردید که توی لایف شرکت کنید. ممنون از وقتتون و ممنون از در اختیار گذاشتن تجربیاتتون و به هم رسانی تجربیاتتون. پیروز کامیاب باشید. قربان شما، خدا نگهدار. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید، لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدیدی بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید، لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و کیو آر کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.